خانم مارگارین سلام، خیلی خوش آمدین. خیلی مخصوصیم با مردم میخوام یه سلام علیکی داشته باشین. سلام عرض ادب. بزرگوارین. خب خانم مارگارین به ما بگین که اون لحظه ای که نگاهتون به گنبد سید الشهدا افتاد، وارد صحن و سرای حضرت شدین، چه حال و هوایی داشتین؟ من امروز دوست دارم بیشتر شنونده روایت شما باشم. من حقیقتش تا لحظه آخر باورم نمیشد که دارم میام اینجا. یعنی از کلن از وقتی که کار گذرنامه و اینا انجام میدادیم، انگار فقط داشتم یه مسافرت عادی میخواستم برم. از لحظه ای که اومدیم، از لحظه ای که از هتل داشتیم میومدیم به اینجا، هنوز نمیفهمیدم کجا دارم میرم. فقط یک مسافرت، یک مسیریه. ولی وقتی اومدم و گنبد رو دیدم، اون لحظه یه لحظه پاهم سوز شد. اصلا تازه متوجه شدم که کجا اومدم و پیش کی اومدم. تازه اون لحظه فقط تونستم متوجه بشم که من کجام. خانم ماگای، ما تهران که با هم دیگه صحبت میکردیم، مصاحبه کردیم، یه جمله گفتیم من با خودم داشتم میگفتم که نکنه من از چشم امام حسین افتادم و امام حسین دیگه من یادش رفته. امروز که اومدین به کربلا و مسافر این سرزمین بهشتی شدین، حس میکنین ارتباطتون با سید الشهدا چه کیفیتی داره، چه جوریه؟ حتما که خیلی احساس خوبی دارم، اما بازم همیشه احساس میکنم اون چیزی که باید باشه نیست، انگار کامل نیست. و فکر میکنم، یعنی از امام حسین میخوام که هیچ وقت محبتش تو دل من کم نکنه، یعنی اون کیفیتی باشه که خودم راضی باشم. اما خودم واقعا راضی نیستم از ارتباط خودم. دوست دارم خیلی بیشتر و بیشتر باشه محبتم به امام حسین. انشالله که روز به روز محبت امام حسین تو قلب همه ما شعله بگیره و بره بالاتر و هیچ وقت این آتش عشق سرد نشه. میگن که سفر اول به کربلا، دعا زیر قبه، هر چی بخواین مستجابه. میتونم بپرسم تو هم یکی دو روزی که حالا مشرف شدین چی خواستین زیر قبه از سید الشهدا؟ من یه چیزش اینجا برای من واقعا جالب بود. من معمولا وقتی یه جای زیارتی میرم، اولین کسی که دعا میکنم خودمم، همیشه برای خودم دعا میکنم. ولی اینجا این حسو ندارم. یعنی وقتی میرم کنار زری، ناخودآگاه هزار تا اسم دوستان، اشنایان، اسم همه به ذهنم میرسه. یه دعای برای ظهور امام زمان، دعای که نابودی دشمنان اسلام، برای عمر طولانی برای رهبر ایران. یعنی یه دعاهایی میاد که اصلا خودم رو فراموش میکنم اون لحظه. نمیدونم چرا این لحظه چرا شخصی هم خواستم، ولی یه جوری بود که برای خود خودم فقط اون لحظه آخر یادم اومد. برای خانواده همسرم دعا کردم، برای خانواده خودم دعا کردم، برای خود همسرم، برای همه دوستان. و لحظه آخر یادم اومد که برای خودم هم دعا کنم. البته حقیقتش من برای خودم واقعا چیزی نمیخوام، چون احساس میکنم من به همه آرزوهام رسیدم. من چیزی نداره که دیگه بخوام برای خودم. یعنی چی به همه آرزوام رسیدم؟ یعنی همه آرزوی خانم مارگارین اهل ارمنستان این بوده که بیاد صحن و سرای سید الشهدا رو ببینم. بله، من حقیقتش داشتم خاطره زندگی نمامو می نوشتم. بعد همیشه دوست داشتم که زندگی نمامو با این تموم کنم که میرسم به ایران. یعنی با زندگی در ایران خاطراتمو میخواستم تموم کنم، ولی تموم نکرده بودم، انگار هنوز کامل نشده بود. و قبل از سفر کربلا نوشتم که به آخرین آرزو رسیدم به امام حسین. دیگه واقعا هیچ آرزویی ندارم، هر چه قدم که عجیب باشه، واقعا هیچ آرزویی دیگه در زندگی ندارم. چی بهتون بدن این عشق رو میذارید کنار؟ یعنی چی در دنیا به شما عرضه بشه، داده بشه، میگید باشه من دیگه کربلا نمیرم، باشه این عشق رو نمیخوام؟ جدی ها، فارغ از شعار و اینا. نه واقعا چیزی تو این زندگی ارزش اینو نداره، چون من هرچی بخوام امام حسین به ما میده. وقتی تعالا هرچی من از امام حسین، از خدای امام حسین هرچی خواستم به من داده، دیگه از کسی دیگه چی بخوام؟ چی خواستین دادم بهتون؟ الان مثلا خیلی دارم ما رو نگاه میکنم، میگن خانم مارگارین مگه چی دیده از این آقای با کرامت؟ چی دیده که اینقدر صفت میگه وقتی هرچی من خواستم بهم دادن، چرا بقیه باید بخوام؟ خب من میتونم با
اعتماد کامل بگم تو این زندگی، چه از لحاظ مالی چه از معنوی، من هر چی خواستم به من دادن، شاید یه ذره دیرتر یه ذره زودتر، ولی من واقعا هر چی از زندگی خواستم بهش رسیدم. حالا شاید دیرتر، شاید مثلا ما تو زندگی واقعا به هر چی رسیدیم با اذیت رسیدیم، به هیچی به راحتی نرسیدیم، ولی بالاخره رسیدیم. الحمدلله. این جمله بالاخره رسیدیم رو برای همتون آرزو میکنم، دست تو دست اونی که دوستش دارین انشالله اربعین بیاد اینجا و عاشقی کنید در محضر سید الشهدا و عرض سلام کنید به نیابت از همه اونها که دوست داشتن بیان و نتونستن بیان. به عنوان حسن ختام گفتگومون، خانم مارگاری، این گنبد سید الشهدا است که ما داریم از نزدیک میبینیم و خیلی ها دلشون داره پر میکشه برای دیدن این صحنه از نزدیک. دلم میخواد یکی دو دقیقه حرفاتون رو با ارباب عالم امام حسین بشنوم. فکر کنید هیچ که اینجا نیست، خودتونید و حضرت. نه، من حرفامون رو بیشتر تو خلوتی راحت تر میزنیم، ولی خب در کل اینو میخوام بگم، من پایین که میرفتم زیارت خیلی حسش با اینجا فرق میکنه. پایین انگار بین من و امام حسین خیلی آدم ها هستم و انگار من و امام حسین تنها نیستیم، ولی اینجا بهتر تونستم با امام حسین خلوتی کنم و شاید تو این روزه بهترین حسو همینجا داشتم که گنبد رو از نزدیکتر و خلوتتر میبینم. بزرگوار، انشالله روزی همه دوستای سید الشهدا بشه. الحمدلله که شما با آرزوتون رسیدیم و امیدوارم که همه مردم ایران رو که الان شاید خیلی هاشون حسرت این زیارت به قلب و دلشون هست رو حتما امشب یا سحر که تشریف میارین حرم یاد کنید و نائب زیارتشون باشه. خیلی متشکرم. سکتو خانم مارگارین رو به خدا میسپاریم. یه بخش کوتاه میبینیم و در خدمتون هستیم. مهمان ارجمند دیگری اینجا هستن که بخوایم باشون گفته بود.